생일 축하합니다. 하율이 반장? 생일 축하합니다. 엄마. با گذشت حدوداً یک ماه از زمان پخش سریال اسکوید گیم، کمپانی نتفلیکس حالا در جدیدترین اخبار سینما و تلویزیون دست به انتشار یک سریال کره‌ای دیگه به نام هلباوند یا اهل جهنم زده. این سریال کره‌ای که در ژانر درام، معمایی، فانتزی و ترسناکه تنها بعد از گذشت یک روز از انتشارش به محبوب ترین سریال نتفلیکس تو کل جهان تبدیل شد که این رکورد تو تاریخ نتفلیکس بی سابقه بوده، یعنی مجموعه هلباوند حتی از سریال بازی مرکب که پربیننده ترین سریال تاریخ شبکه نتفلیکس بود هم سریعتر به این جایگاه رسید. محور اصلی این سریال مفهوم باور و اعتقاده و داستانش به این صورته که یک سری موجودات فرازمینی یا همون فرشته های مرگ انسانها رو به خاطر گناهانی که انجام دادن به حضور در جهنم محکوم میکنن. به همین دلیل افرادی که هنوز زمان سقوطشون به جهنم فرا نرسیده برای نجات جون خودشون یا به عبارتی به دست آوردن رحم و بخشش خداوند یک گروه مذهبی بر مبنای تحقق عدالت الهی شکل میدن. کارگردانی سریال هلباوند رو آقای یون سانگ هو انجام داده که از جمله فیلم‌های موفق این کارگردان میشه به فیلم ابرقهرمانی قدرت ذهنی و همینطور فیلم زامبی محور قطار بوسان که نقطه عطف بزرگی تو کارنامه یون سانگ هو محسوب میشه و تحسین‌های زیادی رو در سطح بین‌المللی براش به ارمغان آورده اشاره کرد. منتقدایی که نظرشون رو برای این فیلم ثبت کردن تا حدی اون رو مورد تحسین قرار دادن و ازش تعریف کردن. مثلا نیک آلن، منتقد امریکایی و عضو انجمن منتقدین شیکاگو، به سریال هلباوند نگاه مثبتی داره و به عقیده خودش این سریال تلفیقی از وحشتی معقول و متوازن با گفتگوهای ژرف و اندیشمندانه درباره تعریف انسان‌ها از گناه، به علاوه این سوال که آیا ما انسان‌ها شایسته رحم و بخشش الهی هستیم یا نه. از طرفی کایلی نورس اوور، منتقد و روزنامه‌نگار استرالیایی، هم به این سریال نمره 4/5 رو داده و نظر خودش رو اینطور بیان میکنه: با اینکه روند سریال هلباوند در ابتدا کند به نظر میرسه، اما هرچه جلوتر میریم داستان به صورت پیوسته و یک نواخت به تلفیق هیجان انگیزی از معما و وحشتی خشونتبار با تفسیری زیرکانه در مورد اشتباهات انسانی، عدالت، مرگ، گناه و همینطور تأثیر رسانه تبدیل میشه. نکته آخری که میخوام بهش بپردازم اینه که آیا سریال هلباوند فصل دوم داره یا نداره؟ در جواب باید بگم که کارگردان این سریال هنوز مصاحبه‌ای در این مورد نداشته، اما اگه خودتون بشینید و سریال رو تماشا کنید متوجه میشید که پایان این سریالی ماجرای دیگر رو شروع میکنه و تو همون سکانس تموم میشه. بنابراین احتمالاً باید منتظر فصل دوم این سریال پرطرفدار کره‌ای باشیم. خب رفقا، ویدیوی امروزمون هم تموم شد. اگه با این ویدیو حال کردید لایک کنید، کامنت بذارید، کانال ما رو هم سابسکرایب کنید.